سرپرست وزارت امور به معروف ونی از منکر در همایش معرفی والی تازه بدخشان میگوید که حقوق زنان در نظام امارت اسلامی زیر پا نشده است و بر بنیاد فرمان رهبر امارت اسلامی زنان حق میراث و حق گزینش شوهر را دارند. برادرها که آنها خواهرها را میراث نمیتن، آن خواهرای عزیز حق داره و صلاحیت داده شده از طریق امارت اسلامی که عریضه کنه. از بدخشان تا قندهار هیچ کسی جرأت و صلاحیت ندارن که آنها میراث خواهرها را بخورن و نتن. محمد خالد حنفی همچنان از ممنوع ساختن دختران مسلمان با پوشش عربی به مکتبهای فرانسه انتقاد میکند و سکوت جامعه جهانی را در این باره پرسش برانگیز میداند. در فرانسه مسلمان خانم ها در دانشگاه میرن که یا میگن همیشه که تعلیم از طریق کشور فرانسه گفته میشن که اگر شما حجاب را پیاده می کنیم به سطح به اساس محجوب و مستور در دانشگاه رفته نمی تانیم. چرا صدا بلند نمی کنن بین الملل؟ در همین حال شماری از زنان در بدخشان از حکومت سرپرست می خواهند تا زمینه آموزش و کار را در چارچوب قوانین اسلامی به آنان فراهم بسازند. تنهایی که زنان فقط خواست انتخاب همسر و میراث داشته باشند بر زنان کافی نیست. خواست ما از حکومت است که باید بر زنان حق تحصیل حق کار بتا. خواست ما از امارت اسلامی است که حق آموزش حق تحصیل و کار را بر ما زنان در چوکات شریعت اسلامی فراهم بسازند. این مقام امارت اسلامی در حالی از تأمین حقوق زنان سخن میزند که دختران و زنان در کشور از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار در نهادهای دولتی محروم شدند.